امیر هستیم. آقای امیر شمی، درود بر شما. درود بر شما، درود بر بینندگان، درود بر ملت دلاور ایران که به خیزشش ادامه میده، هر بار شیوه های دیگر و تاکتیک های تازه تری رو انتخاب میکنه و امید داشته باشیم که هرچه زودتر به نتیجه برسن و اطمینان داریم که اوضاع حکومت روز به روز بد و بدتر میشه. در واقع در سراشیبی قرار گرفتن که توقف پذیر نیست. در اختیار شما. دو سه دقیقه آقای منش امیر، از اون روزهای شوم بهمن 57 که شما موقع تو رادیو اسرائیل بودید و مرتبا در جنگ، اون چه حال و وضعی داشتین؟ اون خبرها رو میشنیدین و اینا، چه حسی داشتین؟ حستون چی بود اون روزا؟ ببینید، من از طریق رادیو و امکانات صوتی، هیچ امکان دیگری وجود نداشت، جریانات رو دنبال میکردم. لحظه ای شد که مردم به پادگان ها حمله کردن و سربازان و افسران دستور داشتن که مقاومت نکنند و انبارهای پادگان ها، زرادخانه ها چپاول شد، که این بسیار خبر دردناکی بود و کاملا میشد حس کرد کسایی که اوضاع رو دنبال میکنن که چه جریاناتی ممکنه اتفاق بیفته. یعنی امید به کلی قطع شده بود. این یکی. دوم این که به یاد دارم که رادیوی ایران رو شورشیان یا انقلاب کنندگان اشغال کرده بودن، تصاحب کرده بودن و یه نفر کنار میکروفون نشسته بود و مرتبا شعار میداد اینجا صدای راستین ملت ایران است، اینجا صدای راستین ملت ایران است، و التماس میکرد که بیایید و ما رو راهنمایی بکنید که چی کار باید بکنید. یعنی اوضاع کاملا در هم و بر هم بود و هیچ نمیشد، به کلی نمیشد پیش بینی کرد که چه روی خواهد داد و چه خواهد شد. ارتش تصمیم گرفته بود و یا دستور گرفته بود یا فریب خورده بود که واکنشی نشون نده. یعنی مملکت ایران بی صاحب مونده بود. ارتش اعلام بی‌طرفی کرد. چگونه ممکنه که ارتش یک کشور اعلام بی‌طرفی بکنه در برابر یک دولت، بین یک دولت قانونی و یک گروهی که می‌خواهند که اون سرزمین و اون حکومت رو به دست بگیرن؟ این اعلام بی‌طرفی یعنی صدور حکم مرگ، حکم اعدام سیستم نظامی پیشین ایران. اینها بخش کوتاهی از خاطرات من هست، ولی حالا که من به مناسبت نزدیک بودن 22 بهمن سخنان، مجموع سخنان یا گزیده های از سخنان خمینی رو میشنوم و با دقت بیشتری میشنوم چون وقت بیشتری دارم، از خودم میپرسم که اونهایی که ادعای روشن فکری میکردن، اونهایی که سیاستمدار ایران بودن، اونهایی که خواهان بهبود و سعادت ملت ایران بودن، چگونه فریب این فرد رو خوردن؟ خمینی بسیاری از حرفاش رو با صراحت زد، خیلی از حرفاش رو با خودعه و دو پهلو بودن بیان کرد. مثلا ازش پرسیدن که تو نسبت به زنان در آینده ایران چی فکر میکنی، چه برنامه داری؟ گفت بگذارید این به موقع خودش بررسی خواهد شد. یعنی حاضر نشد بگوید که حجاب اجباری خواهد بود و حاضر نشد وعده بی خود بده، بگی زنان آزاد خواهند بود و متساوی حقوق خواهند بود. یه بار دیگه ازش پرسیدن، گفت زنان می توانند درس بخوانند و به دانشگاه بروند. بله، زنان در ایران برخلاف طالبان افغانستان می توانند درس بخونند و به دانشگاه برند، ولی آیا مقام زن در چشم حکومت ایران تغییری کرده؟ به انواع و اقسام حیله ها دست می زنن که زنها خفت زده بمانن، سرشون پایین باشه، مطیع باشن، پیشرفت نکنن، نقشی در جامعه نداشته باشن و غیره و غیره. من از خودم می پرسم چطور اونهایی که ادعا می کردن روشن فکرن، اوضاع ایران رو می دونن،
بهبودی و سعادت و عزت ملت ایران رو میخواهند، چطور گردن نهادند به این. و بعد یک پاسخ کوتاهی رو از منصور فرهنگ میشنوم که میگوید من اعتراف میکنم که هیچی درباره خمینی نمیدونستم و وقتی به قدرت رسید کتاب کشف الاسرار را خواندم و عرق شر پیشانی من رو فرا گرفت. اونها به ما خیانت کردند، به ملت ایران خیانت کردند، به خودشون، به خانواده هاشون و به فرزندان و نوادگانشون. ولی امروز ما با نسل جدیدی روبرو هستیم، نسلی که زیر 44 سال سن داره، نسلی که در دوران انقلاب زاده شده و زندگی کرده، ولی یک نسل روشن فکر امروز دیگر نمیشه. آقای مشمی، اگر با این آگاهی امروز شما برگردیم به 43 سال پیش، آیا در شیوه کار ژورنالیستی شما تغییری به وجود می آمد؟ یعنی اگر با این آگاهی های امروز بریم به 43 سال پیش، آقای منوشمی همون جوری که اون موقع برنامه اجرا می کرد اجرا می کرد؟ کاملا، هیچ تغییر، مطلقا هیچ تغییری نمی دادم، به خاطر اینکه ما از پیش از آن که خمینی به قدرت برسه و با توجه به تعقیب و بررسی دقیقی که داشتیم و درک کاملی که از اندیشه های خمینی داشتیم، همه چیز رو به صراحت و به عیان بیان میکردیم. چرا ما مشهور شدیم؟ چرا اولین پرشنونده ترین شدیم؟ حتی بی بی سی رو پشت سر گذاشتیم و براتون یه بار تعریف کردم که رئیس بخش عربی فارسی بی بی سی در سفری که به لندن داشتم با منو به دفترش دعوت کرد و گفت شما چه میکنید که انقدر بیش از ما محبوبیت داریم و میدونیم که امکانات شما خیلی حالا محبوبیت که نه تمتره. شنونده داریم. بله اسمش بله. محبوبیت نبود البته. بسیار خوب، قبول میکنم، قبول میکنم، شنونده داریم. ببینید تفسیرهای سیاسی من که بی پرده می نوشتم از همون اوائل بسیار پرشنونده شد. کمک نکرد به انقلاب این تحلیلهای بی پرده؟ من کسی رو تهدید نکردم. نه، تحلیل بی پرده میگم، تحلیل بی پرده های شما از مشکلات حکومتی در اون روزها که میگفتید، از فساد میگفتید، از نمیدونم مسائل مختلف حکومت هم میگفتید، به نظر شما اونا کمک نکرد به سرعت انقلاب؟ نه دیگه، بعد از انقلاب بود اینها. اون چیزی که گفتیم فقط برای شناساندن ماهیت انقلاب که در اون روزها کمتر کسی باش آشنایی داشت و کمتر کسی بهش اعتقاد داشت. با تکرار میکنم، زنگ زدم به احمد شاملو، در لندن بود و یه نشریه به اسم آرمان شهر منتشر میکرد، گفتم که ایران شهر. من ایران شهر، ایران شهر، ایران شهر، گفتم آقای شاملو من شما رو خوب میشناسم، مدتی در مجله بامشاد با هم کار کردیم، شما میدونم نیهیلیست بودید، اگزیستانسیالیست بودید، خودت به من گفتی که یه بطری ودکا رو، ودکا نه، کنیاک رو یه جا سر میکشی، چطور آمدی و الان با یک فرد عقب مانده مذهبی همکاری میکنی و ازش طرفداری میکنی که میخواهد اسلام قرن، اسلام 1400 سال پیش رو به ایران بیاره؟ گفت ببین چیز نباش، بذار به کمک خمینی ما انقلاب میکنیم، بعد ما قدرت رو به دست میگیریم. و دیدید که چطوری خمینی آمد و قدرت رو دو دستی به اینها هدیه کرد. به هر حال در مجموع میخوام نتیجه گیری بکنم که آنانی که ادعای روشن فکری میکردن به ایران خیانت کردن، ایالات متحده خیانت کرد، اتحاد شوروی به هدفهای خودش رسید و اروپاییان نقش موذیانه رو ایفا کردند و ملت ایران بدبخت شد. دولت اسرائیل چی آقای مشمیر؟ دولت اسرائیل بسیار نگران بود، ولی امکانات این که بتونه چیزی رو در ایران منحرف بکنه از مسیری که داشت میرفت
براش وجود نداشت. دولت اسرائیل ببینید تا آخرین لحظه شماری از دیپلمات‌های اسرائیلی موندن در تهران، موندن حتی بعد از اینکه خمینی آمد موندن در تهران، چون نمیدونستن که آنچه که در ایران رخ میده، اون آشوب و اغتشاش به چه مسیری میره. اونها هم تصویر درستی نداشتن. واقعیت اینه که نمیشد پیش بینی کرد. ببینید یک گروه آخوند که از سیاست و حکومت و اینا ظاهرن چیزی نمیدونستن، با همراهی مجاهدین، توده‌ها، نهضت ملی ایران، ژورنالیست‌ها چی؟ آقای مناشمیر، چرا هیچ وقت صحبتی از ژورنالیست‌ها نمیشه؟ ببینید ژورنالیست‌ها بخشی از احزاب و گروه‌های سیاسی بودن، این یکی. دوم اینکه ژورنالیست‌ها در محدوده‌های معینی کار می‌کردن و حمایت نکردن از خمینی؟ مسلمه. اون تیتر شاهرفت اطلاعات رو به یاد داریم و تیترهایی که در روزنامه کیهان بود و چون دیگه ببینید همه مردم ایران فریفته شده بودن. دوست من برام تعریف کرد که من که از خمینی نفرت داشتم میرفتم سر پشت بوم فریاد الله اکبر سر میدادم. یعنی این یک جذبه رو ایجاد کرده بود که آقای مناشمی، من وقتی اون مجموعه اون روزگار میبینم فکر میکنم یک علم پشت اون حرکت بود، یعنی آخوند بی سواد، چون آقای خمینی بی سواد بود، تردید نکنید، آدم بی سواد بود جز تحصیلات علمیه یکم. حالا نه اونام آخه چیزی نیست، آخه اونا دروسش خیلی جالبه. اگه دفعه من بیام دروسی که تو حوزه علمی، حتی قرآن تدریس نمیشه، دروسی که تو حوزه علمی هست خیلی جالبه. حالا بگذاریم، ولی فرمول انقلاب فرمول عالمانه ای بود. ببینید آخوند بیاد بگه همه با هم، آخوند نمیگه همه با هم، همیشه خط کشی داره. آخوند بیاد بگه میزان حال فعلی افراده. معذرت میخوام آقای همایون، معذرت میخوام، خمینی خط کشی داشت. وقتی که ازش پرسیدن، فیلمش داره مرتب پخش میشه، ازش پرسیدن که آیا در گفتگوهایی که با سران گروه ها و احزاب دیگر داشتی هیچ امتیازی بهشون دادی، هیچ کوتاهی آمدی، هیچ چیزی رو از اونا پذیرفتی؟ گفت نه، من بله، نه اون که معلومه نه، ولی عنوانش ببینید خطی که میداد به جامعه مهم بود، خودش چی کار کرده مهم نبود، اون یه بحث دیگه است، ولی به عنوان رهبر انقلاب خط میداد به جامعه، یعنی مردم رو کاری میکرد که به جان هم نیفتن به جای که به جان رژیم بیفتن. شما الان نگاه کن، طرفدار موسوی افتادن به جان طرفدار رضا پهلوی، طرفدار رضا پهلوی افتادن به جون طرفدار خاتمی، ولی اون موقع خمینی میامد به جامعه خط میداد. وقتی میگفت همه با هم، مردم تو خیابون دیگه به این نمونه نمیگفت تو جبهه ملی بودی، تو طرفدار شاه بودی، تو طرفدار فلان، اون خط رو قبول میکرد، یا میگفت میزان حال فعلی افراده. دیگه مردم تو جامعه نمیگفتن آقا تو سروان بودی، تو سرهنگ بودی، تو فرماندار بودی، تو فلان بودی. میخوام بهت بگم این علم انقلاب خیلی هوشمندانه پیاده میشد در ایران، یعنی اون فرمول مثلا دیدن تصویر خمینی در ماه، این یک کاری نبود که چهار تا آخون بشینن برنامه ریزیشو بکنن. نمیدونم متوجه عرضم میشید؟ ببینید اگر شما از تئوری توته صحبت میکنید قبول ندارم. نه تئوری توته چیه؟ اینا به نظر شما تراوشات مغزی خمینی بود؟ ببینید اینها یک فضایی به وجود اومد، باز احمد شامرو رو مثال میارم که گفت من به این نتیجه رسیدم که دین میتونه یک اهرم سیاسی بسیار قوی باشه، نمیدونست که بعدش چی خواهد شد. و خمینی، من بعضی موقع ها که میگم خمینی نابغه بود، به من خورده میگیرن، میگن دیو بود، جهنم بود. نه اصلا همچی چیز نابغه نبود، من همون نبوغ رو میگم مال خمینی نبود، اون نبوغ
به هیچ وقت. آقا برادر من، آدمی که در سخنرانیش یه جمله درست که فعل و فاعل و مفعولش درست باشه به کار نمیبره که، نمیتونم چه نبوغی داشته باشه که. آقای همایون، همین الکن بودن صحبتش ملت ایران رو فریفت. همین شیوه گفتگوش که جملات کوتاه میگفت و جملات خیلی قابل هضم میگفت، میگفت آقای ارتشی تو میخوای نوکر بیگانه باشی، ما میخوایم به تو استقلال بدیم. این جذب میشه، این یک شعار. خب من همین آقای مناشمی میگم، شما وقتی اینا رو میذارید کنار هم، میذارید پهلوی هم، این از این نبوغی نشأت میگیره که من اون نبوغ و زمینه‌هاشو در خمینی نمیبینم، چون باید با چیزای دیگه‌م تطبیق بکنه. کاملا وجود داشت باور. یعنی این شناخت از نظر شما خمینی نابغه بود ها؟ در بعضی چیزا نابغه بود، منتها نابغه جهنمی بود. نابغه جهنمی بود. ببینید افرادی هستن که نبوغ دارن و این نبوغشون رو در راه بد به کار میبرن. مثلا هیتلر یک خصوصیات اخلاقی داشت. این همین هیتلر هم که میگید، شما بهتر از من میدونید که خیلی از چیزا مربوط به هیتلر نبود. کسایی که با هیتلر کار میکردن نابغه بودن، اونا نابغه بودن. گوبلز رو شما با کی مقایسه میکنی؟ کسایی که دور و بر هیتلر بودن هیتلر رو ساختن. هیتلر که خب سابقهش معلوم بود چی بود، به هر حال خودش هم استعدادش رو داشت. به همین شیوه شما میتونید بگید که فدایان خلق، مجاهدین، توده‌ای ها، نهضت. اینا هیچ کدوم نزدیک به خمینی نبودن. اینا هیچ کدوم به خمینی نزدیک نبودن. اونا بودن که خمینی رو ساختن. نه اینا هیچ کدوم به خمینی نزدیک نبودن. کسایی که به خمینی نزدیک بودن، یزدی، قطب‌زاده، بنی سعد، ابراهیم حسن حبیبی، شیبانی، بهشتی، ارزم به حضور تو مطهری، اینا کسایی بودن که با خمینی ارتباط داشتن. بقیه فدایان خلق اینا اصلا بودن که خمینی، اینها کسانی بودن که خمینی اونها رو به همکاری با خود پذیرفت. اینم خودش یک نوع نه این اینا شما آقای مناشمی بدونید اینا... که روی افراد درست انگشت میذارید و به افراد درست اینا... کار میدید. آقای مناشمی، اینا از سالها پیش با خمینی در ارتباط بودن، بهشون کمک مالی میکرد. بسیاری از رفت و اومدهای اینا به این طرف و اون طرف خمینی پولشو میداد. کسایی نبود که اون سال 56 جذب شده باشن. همشون نه، افرادی بودن که خمینی اونها رو گزیده بود، صاحب استعداد میدونست، بهشون کمک مالی میداد. یا کاشته بودن کنارش. من به تئوری توطئه هیچ عقیده‌ای ندارم. خب حالا چون به تئوری توطئه عقیده ندارین، این بیانیه شاهزاده پهلوی، مهندس موسوی و آقای خاتمی رو دیدید، شنیدید، نظرتون چیه؟ بله، نظرم این است که میرحسین موسوی تا حدود زیادی به واقعیت پی برده، خاتمی همچنان در چارچوب محدود اصلاح طلبی باقی مونده و شاهزاده رضا پهلوی با درایت بسیار اوضاع رو به خوبی تشخیص داده، همیشه ملت ایران رو به همکاری دعوت میکنه و بسیار ناراحت و متاثرم که این دعوت به همکاری و همدردی هنوز اون گونه که ما انتظار داریم پاسخ مثبت نداده. بفهمید. خب بیانیه شاهزاده رضا پهلوی چنیدید شما؟ چند تا بیانیه دادن به همین آخری که میگوید که راجع 22 بهمن که میگوید خواهش من از شما این است که ضمن به رسمیت شناختن اختلاف نظرها همچون همه هفته ها و ماه های گذشته بر روی نقاط اشتراکتان تمرکز کنید و دوشا دوش و دست در دست هم صدایی واحد و بلند را در پشتیبانی از انقلاب ایران به گوش رسانه ها، افکار عمومی و سیاستمداران برسانید. از هر دسته و گروهی هستید، چپ یا راست، جمهوری خواه یا پادشاهی خواه، موافق یا مخالف من، به یکدیگر توهین و بی احترامی نکنید. به ویژه اگر پرچم ملی شیر خورشید نشان ایران را در دست دارید، حرمت آن را حفظ کنید و پیام‌آور اتحاد، احترام، مدارا و همه ارزش‌های نیکی باشید که پرچم ایران نماد آن است.
این نخستی بار نیست که شاهزاده چنین دعوتی رو میکنه و متاسفانه عرض کردم الان ایشون دست کم 30 ساله که این سخن رو میگه و توصیه میکنه اتحاد، همکاری، همگامی، هر عقیده دارید داشته باشید، برای من محترمه، ولی بیایید برای رسیدن به نخستین هدف، نخستین ایستگاه نجات ایران با هم توافق بکنیم، اختلافات رو کنار بذاریم و یک پارچه عمل بکنیم. این حتی امروز در شرایط کنونی هم هنوز پاسخ مثبت و گسترده رو دریافت نکرده. این باعث تأسف بسیار. میبینیم که باز گروه های مختلف هنوز میآیند و کنفرانس هایی رو، جلساتی رو، کنگره هایی رو برپا میکنن که حکایت از تکروی داره یا حکایت از ایجاد یک بلوک و یک گروهی داره که به ایده های اونها نزدیک باشن و در اون سهیم باشن. این باعث تأسف بسیار. ایران رو یک نفر، یک حزب، یک گروه نجات نخواهد داد. ایران نجات پیدا میکنه وقتی که همه با وجود دیدگاه های مختلف و راه حل های متفاوتی که عرضه میکنن دست اتحاد به هم بدن، به مرحله اول رو که همانا فروپاشی رژیم هست انجام بدن، یک شورای مؤسسان یا هر اسمش رو هر چی میخوان بذاریم، یک شورای برپا بشه، شورای گذر که ایران رو اداره بکنه تا انتخابات عمومی، تا رفراندوم و تا برپایی دوباره همه سازمان ها، گروه ها، نهادها، احزاب و تشکیلات دولتی و حکومتی. بله، عرضم به حضورتون که اقداماتی داره صورت میگیره. کنفرانس ها، این اشاره که شما به کنفرانس ها کردین، میتونید خود توضیح بیشتری بدین چه کنفرانس های بوده؟ مثلا کنفرانسی که آقای شریعت مداری و همراهانش با چند تا گروه دیگه برگزار کردن، اونها هنوز به شاهزاده جواب موافق ندادن، هنوز ایشون رو نمیپذیرن، هنوز قبول ندارن. آقای شریعت مداری، من احترام بسیار قائلم هم برای خودش و بیشتر برای پدرش، ولی ایشون چه وزنه سیاسی محکمی در داخل ایران و حتی خارج از ایران داره؟ چرا همه گروه ها دست اتحاد به هم ندن؟ این یه نمونه شه، من احتیاج نیست که دونه دونه بشمارم. بفرمایید. بله، خب، عرضم به حضورتون، آقای مهندس موسوی بیانیه داده است که باید قانون اساسی تغییر بکنه یا تدوین قانون اساسی جدید. آیا مهندس موسوی عبور کرده است از جمهوری اسلامی یا خیر؟ به نظر من مسلماً از همان روزهایی که گرفتن و حبس خانگیش کردن این به نتیجه نهایی رسیده بود. منتها شرایط سیاسی و اجتماعی در ایران طوری است که میرحسین و دیگرانی که همانند او فکر میکنن امکان نداره بتونن دیدگاه های خودشون رو که موافق برانداختن این رژیم هست و برپای یک رژیم دیگر با صدای بلند بیان بکنن، چون لحظه ای که این کار رو بکنن نابودی خودشون رو امضا کردن. بفرمایید. بله، خب، آیا بر اساس اونچه که من از پیام شاهزاده رضا پهلوی خوندم، الان شما فکر میکنید موضع مردم چجوری باید باشه در قبال این بیانیه جدید آقای موسوی؟ چون من میبینم اتاقهایی زده میشه، توی برنامه های تلویزیونی یه دست طرفداران شاهزاده به موسوی میپرن، یه دست طرفداران موسوی به طرفداران شاهزاده میپرن، در حالی که من میگم هر کسی به هر اندازه‌ای از جمهوری اسلامی فاصله گرفت، اردوگاه انقلاب باید او رو محترم بشمارد. حالا چه یه قدم چه صد قدم. آفرین بر شما آقای همایون، این موضوعی درستی آن؟ بله، آفرین به شما. این توصیه است که شاهزاده مرتبا میکنه و شوربختانه هنوز اون پژواک مورد نظر ما رو به دنبال نیامد. خب، ما تو هر برنامه سرم به اسرائیل باید بزنیم. چه خبر از این دوستتون آقای نتانیاهو؟
بالاخره اجازه بدین یه نکته که خیلی منو رنج میده بیان بکنم. ببینید، من همیشه گفتم که برای حکومت ایران، ملت ایران، حکومت کنونی ملت ایران وجود نداره، اگرم وجود داره ارزشی نداره. و ما این واقعیت تلخ رو بارها و بارها در موارد مختلف شنیدیم. یه نمونه دیگرش آقای همایون که واقعا دردناکه، در خوی و سلماس زمین لرزه رخ میده، چیزی که نادر نیست، گاه به گاه اتفاق میفته. و یه زمین لرزه شدیدتر در ترکیه رخ میده. دولت آقای اردوغان مراجعه میکنه به اسرائیل و دنیا، میگوید که برای ما کمک بفرستید. اسرائیل یکی از ورزیده ترین تیم های نجات از زیر آوار رو داره و بارها هم در ترکیه رفته و خیلی ها رو نجات داده. آقای اردوغان مسلمان یا اسلامگیرا میآید و از اسرائیل صریحا تقاضا کمک میکنه. بشار اسد سوریه میآید و یک پیامی رو به سازمان ملل میده که ای همه کشورهای عضو سازمان ملل بیایید و با کمک احتیاج داریم و به ما کمک برسانید. وقتی همه اعضای سازمان ملل، مسلمه که اسرائیل رو هم شامل میشه. بعد زلزله خوی و سلماس رو بگیرید، حکومت اردوغان به ایران پیشنهاد کمک میکنه، میگه نه متشکریم نمیخوایم. دیگران کمک میکنن، پیشنهاد کمک میکنن، میگه نه متشکریم نمیخوایم. مردم از نقاط مختلف ایران میآیند که برخی از آسیب دیدگان رو با خودشون ببرن و در خونه های خودشون اسکان بدن. دولت ازش جلوگیری میکنه. مردم به صورت فوری و حیاتی به چادر و پتو نیاز دارن. چادر و پتو که به آسونی یک حکومتی که ادعا میکنه در ظرف 7 دقیقه اسرائیل رو نابود خواهد کرد، باید لااقل به اندازه کافی چادر داشته باشه و پتو داشته باشه. یه مقدارش رو میفرستن، نصفش در راه دزدیده میشه و هنوز مدت مدیدی نصفی از مردم آسیب دیده هنوز توی چادر تو خیابون میخوابن، پتورم ندارن روی خودشون بندازن، و در حالی که گرما واقعا کشنده است. این حکومت ایران که هیچ ارزشی برای جان مردم قائل نیست. خامنه ای میگوید که واکسن فایزر و فلان رو نخرید، وارد نکنید، بذارید مردم ایران بمیرن. این بسیار دردناکه. حالا اشاره هم بکنیم به کمیسیون 7 نفره که تمام پول ایران رو دزدیدن، پول نقد ها رو، الان میخوان اموال ملی ایران رو حراج بکنن. این است حکومتی که برای انسان، برای ایرانی و هیچ ارزشی قائل نیست. بفرمایید. خب برگردیم به اسرائیل. آقای منشمی، از آقای نتانیاهو چه خبر؟ بالاخره مستقر شد ایشون؟ بله، ایشون مستقر شده. یک سفر هم به فرانسه داشت، با آقای مکرون صحبت کرد و با یک احساس پیروزی به اسرائیل بازگشت. من تصور میکنم که این احساس پیروزی جعلی بود. این مسافرت آقای نتانیاهو هیچ دستاورد فوق‌العاده‌ای نداشت. آقای مکرون در عقاید خودش موند، اختلاف نظرها بین فرانسه و اسرائیل موند. در مورد مسئله اتم ایران و خطراتش، آقای نتانیاهو در گفتگوهای 4 ساعته با آقای مکرون اطلاع رسانی کرد به ایشون، ولی آیا این جریان پیشرفتی کرد و تغییری در دیدگاه آقای مکرون داد، من بعید میدونم. و احساس من این است که بخشی از این سفر، من سفر رو بسیار تقدیر میکنم و خوشحالم که انجام شد، ولی ارزیابی من این است که این سفر بخشی از هدف آقای نتانیاهو تامین برخی منافع سیاسی خودش بود در شرایط کنونی که در اسرائیل تظاهرات ادامه داره، اعتراض ها به برنامه هایی که اونها برای تجدید نظر در سیستم قضایی ایران اسرائیل دارن ادامه داره، هشدارهای ارشدین امور اقتصادی اسرائیل که مبادا این کار رو بکنید ادامه داره،
سازمان های بین المللی اقتصادی و مالی هشدار میدن. آخرین خبرش این است که بانک بزرگ سوئیسی NSDS هشدار داده که اگر این تغییرات حقوقی در ساختار قضایی اسرائیل ایجاد بشه به بنیه اقتصادی کشور زیان میرسونه و سرمایه گذاران خارجی اشتیاق کمتری نشان خواهند داد که بیایند و در اسرائیل سرمایه گذاری بکنند و موارد دیگری که بسیار مورد اعتراض گروه های غیر دولتی اسرائیل قرار گرفته و امیدواریم که نتیجه بخش باشه و اسرائیل این دموکراسی رو که من همیشه بهش افتخار کردم بهش آسیب نرسونه. بفرمایید آقای مناشمی، به عنوان روزنامه نویس تعجب نمی کنید از اینی که یه مدتی اسرائیل اینجوری پاشو گذاشته بود راجع به فعالیت هسته‌ای ایران که آقا ایران دو ما دیگه بمبدار میشه، بمبش آماده است، نمیدونم اینجوری شده اونجوری شده، بعد یه دفعه این سکوت و اصلا انگار نه خبری بوده، نه کسی رفته نه کسی اومده. اون موقع هر روزی که از مقامات اسرائیل هشدار میداد آی این حکومت الان چه خبر، تعجب شما تعجب نمی کنید به عنوان روزنامه نویس؟ نه مطلقا تعجب نمی کنم و مطلقا هم نمی پذیرم این ارزیابی رو، به خاطر اینکه اسرائیل همیشه هر دولتی که سر کار بوده به این تلاش ها ادامه داده، منتها شیوه و تاکتیکش فرق میکنه. بارها من توضیح دادم که یعنی رسانیش نمی کنه. بله در دولت آقای بنت لپید این اعتراض ها و فشار ها در پشت پرده صورت میگیره. آقا ببین شما یا باید عضو موساد باشی از این خبر داشته باشی یا عضو دولت باشی. شما که میگی نه موسادی نه دولتی، اخبار پشت پرده چجوری اطلاع داری؟ نه این اصلا پشت پرده نیست. شما الان پرده. گفتید فعالیت ادامه داره پشت پرده. نه ببینید عرض کردم که شیوه و تاکتیک عوض شده. این که بارها چی شده؟ قبلی شما میدیدیم شیوه تاکتیک این بود مرتب تو رسانه علیه جمهوری اسلامی حرف میزدن، الان نمیبینیم این شیوه چی شده، چه تغییری کرده؟ نه ببینید تغییر شیوه نیست، مسئله تغییر تاکتیک از این نظر که آقای بنت و آقای لپید بنابر بر ملاحظاتی میگفتن که اگر ما پشت پرده با آقای بایدن صحبت کنیم بیشتر به نتیجه میرسیم. اونها هم بارها و بارها نسبت به اتم ایران ابراز نگرانی کردن. اونها کار ندارن، نتانیاهو رو میگن. این نتانیاهو مگه دور قبل یادتون رفته؟ عرض کردم اینو من یه بار دیگه هم توضیح دادم، آقای نتانیاهو دیدگاه دیگری داره. آقای نتانیاهو میگوید که در دموکراسی ایالات متحده از طریق بسیج افکار عمومی مردم میشه به کنگره فشار آورد و کنگره میتونه به رئیس جمهور فشار بیاره. آقای نتانیاهو یگانه رهبر یک کشور بود که به خودش جرأت داد علیه رئیس جمهوری وقت آمریکا. آقا الان موضوع شما عوضش کردی آقای مناشم، ببخشید. نه من میگم کردم. نه اجازه بده من میگم نتانیاهو دور قبل که رئیس جمهور نخست وزیر بود مرتب علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران موضع‌گیری می‌کرد، حرف می‌زد، هشدار می‌داد. ولی الان هیچ خبری نیست ازش. نه قبول ندارم، عرض کردم که ایشون 10 روز بعد از اینکه دوباره به نخست وزیری رسید رفت آقای مکرون رو دید و سعی کرد که آقای مکرون رو بسیج. شما میگی سعی کرد بله شما میگی سعی کرد. ما هیچ اثری از این سعی کردنش نمیبینیم. نه خب من میگم این ارزیابی شخص منه. ارزیابی که نمیشه که شما روی خبر صحبت کنید. این خبر رفته کسی به کسی، منم میگم آقای نتانیاهو راجع به طلاقش زنش رفت با مکرون صحبت کرد، نمیشه که. نه آقای نتانیاهو رفت و موضوع هایی که مطرح شد دو چیز بود. یکی اینکه هم آقای مکرون هم آقای نتانیاهو با شدیدترین کلمات
حمایت و همدردی خودشون رو با ملت ایران بیان کردن. خیلی علنی آقای از ملت ایران. آقای مناشه امیر، من راجبه همدردی با ملت ایران صحبت نمی کنم. من راجبه فعالیت های هسته ای ایران صحبت می کنم که دولت اسرائیل حتی در زمان آقای نتانیاهو مرتبا راجع به این فعالیت‌های هسته‌ای به دنیا هشدار میداد، خط نشون میکشید فلان، ولی الان آقای نتانیاهو که دوباره به قدرت رسید ما اون چیز رو نمیبینیم، اون برخورد رو نمیبینیم. عرض کردم در دهمین روز آغاز نخست وزیریش میره پیش آقای مکرون، 4 ساعت باش میشینه و موضوع اصلی اتم ایرانه، شما چی میخواید؟ علاوه بر این ارتش اسرائیل الان در حال آماده باشه، ارتش اسرائیل الان چند هفته است که آماده باش داره، ارتش اسرائیل حدود 20 سال و بیشتره که هر روز خودش رو برای نبرد در علیه امکانات اتمی حکومت ایران آماده تر میکنه، ارتش اسرائیل بودجه های بیشتری دریافت کرده، ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل با ایالات متحده در مورد ایران به توافقهای بیشتری نزدیک شدن. چی میخواید دیگه؟ بیشتر از این چی میخواید؟ هر روز که نباید ببینید، اگر شما هر روز بگید آی دوز منوشن. من و شما از یه قبیله ایم، من و شما روزنامه نویسیم. ببینید قربون، یه دولتی که هر روز یه روز نخست وزیرش، یه روز وزیر دفاعش، یه روز رئیس پارلمانش میامد هشدار میداد به دنیا، الانم میان و هشدار کو الانم میان. ولی آقا بگید یه هفته گذشته بگید رسانه‌های اسرائیلی یه مورد بگید. از کردم سفر آقای نتانیاهو. آقا شما یه سفر کردید، ما از محتویات گفتگو هم خبر نداریم، شما تحت عنوان تحلیل هی اونو مدرک میکنید. آقا یه رفته بالاخره رجوع مسئله بین نمونه نمونه صحبت میکنه. اجازه بدین چند تا نمونه بهتون بدم. بفهم. این یه نمونهش. نمونه دیگر، هر سال اسرائیل و ایالات متحده یعنی نیروهاشون مانور مشترک دارن. مانوری که امسال برگزار شد ماه گذشته مهمترین، قویترین و گسترده ترین بود. آمدن و نیروی هوایی اسرائیل و آمریکا، نیروی زمینی اسرائیل و آمریکا، نیروی دریایی اسرائیل و آمریکا شیوه های حمله به تاسیسات اتمی ایران رو تمرین کردن. این اولین باره که اجازه بدید این اولین باره که ارتش آمریکا، نیروهای سنتکام علناً میایند در رزمایش شرکت میکنن که هدفش آماده سازی حمله به تاسیسات اتمی حکومت ایران. بیشتر از این شما چی میخواین؟ چیزی وجود نداره. به عرض من توجه کنید لحظه. من مدارکی برای شما میارم، نه هفته دیگه میتونم بیارم، که مقامات اسرائیل ادعا میکردن جمهوری اسلامی تا 2 ماه دیگه، تا 6 ماه دیگه، تا نمیم 7 ماه دیگه به بمب اتم دست پیدا میکنه. الان این تاریخ ها مختزی شده، نه تنها جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نکرده، بلکه اسرائیل هم دیگه از این ادعاهاش دست برداشته. نه دست بر نداشته، مطلقا نه. نه نه اجازه بدید، اجازه بدید، نمیشه هر روز تکرارش کرد. نه اجازه بدید، شما میگی شکلش تغییر کرده، اینو میفهمم، میگی رفته با مکرون مصاحبه که صحبت کرده، ولی میخوام بگم اون فضای رسانه‌ای رو که دولت اسرائیل و مقامات اسرائیل علیه فعالیت های هسته‌ای ایران انجام میدادن الان نیست دیگه. نه هستش به اندازه لازم. ببینید اغراق نباید کرد. شما به حرفی رو، اون که میگفت 2 ماه دیگه بمب اتم داریم، اون اغراق نبود؟ نه اغراق نیست الان برای نه اون که اون موقع میگفت 2 ماه دیگه جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا میکنه، الان الان 2 سال گذشته. مطرح کنید که و با هم بررسی میکنید. همیشه که نباید اسرائیل در صف مقدم باشه. وقتی آقای رافائل گروسی میگوید که میبینید حکومت ایران یک مقررات دیگر رو هم زیر پا گذاشت و به زودی ممکن است که صاحب بمب اتم بشه، وقتی که رئیس آژانس بین المللی میگه، دیگه چه نیازی هست که اسرائیل این رو تکرار بکنه؟ اون موقع نمیگفتن اینا؟ نه میگفتن، اسرائیل میگفت. حالا در پاسخ به این که گفته بودین 2 هفته دیگه 1 ماه دیگه، ببینید مسئله در این است که وقتی شما میگید به بمب اتمی برسه،
معنی چی هست؟ آیا به توان ساخت بمب اتمی برسه و یا اولین بمب اتمیش رو تولید بکنه؟ حکومت ایران تا تولید اولین بمب اتمیش احتمالاً 2 سال فاصله داره. از کی؟ از الان یا 2 سال پیش؟ تا رسیدن به قدرت از کی؟ این 2 سال از کی کلید میخوره؟ از الان یا 2 سال پیش که گفتن؟ نه، از روزی کلید میخوره که خامنه‌ای دستور بده بگه بمب رو بسازید. وقتی دستور میاد تو ملای عام میده؟ نه نمیده. ولی پس اگر نداده پس اصلا منتفیه. شما ایمان ندارید اون مشاور اکبر علی خامنه‌ای که مرتب با اسرائیل در تماسه و بهش گزارش میده؟ شما فکر میکنید که اگر خامنه یک چنین دستوری بده؟ نه، به نظر من نه. من میخوام اینو بگم که برخورد اسرائیل با جمهوری اسلامی یه برخورد عجیبیه دیگه، یه برخوردیست که به نظر من میرسه که فقط میخواد از دیگران امتیاز بگیره، وگرنه برخورد واقعی نمیکنه با جمهوری اسلامی. اوکی، پاسخ من این است که برخورد بسیار واقعیه. اتم ایران بسیار خطرناکه برای اسرائیل. اسرائیل بسیار نگرانه. ولی آقا این خطرناک و نگرانی تایم هم داره، زمان هم داره. اجازه بده. اسرائیل با هوشمندی عمل میکنه، دیوانه که نیست سرشو به دیوار بزنه، با هوشمندی عمل میکنه. و هیچ نگران نباشید، براتون قسم میخورم که 1 ساعت، شاید هم حتی 5 دقیقه بعد از اینکه خامنه ای اون دستور رو صادر بکنه به اسرائیل خواهد رسید. به خدا پدرتو بیام، تا جای نگرانی نیست. پس جای نگرانی نیست؟ نه، باید جلوش رو گرفت. خب شما میگین میدونه بلده، با همه چیزش ترتیب داده دیگه. بله، همین، به همین علت میگین چرا سکوت کرده. سکوت نکرده، به میزانی که لازمه صحبت میکنه، به میزانی که لازمه عمل میکنه، به میزانی که لازمه به دنیا هشدار میده. نمیشه هر روز که من صبح اول وقت که از خواهی دار میشه. آقا این تا یه سال پیش میشد هر روز، از یه سال پیش به بعد هر روز نمیشه؟ اونم اغراق نکنیم. اون موقع ها اسرائیل میخواست که نگذاره که مذاکرات برجام اثر گرفته بشه. مذاکرات برجام انجام شد و همان گونه که منشه امیر 2 سال پیش ارزیابی کرده بود به نتیجه نرسید. بنابراین دیگه اسرائیل نیازی نداره مرتب هشدار بده که نرید به برجام و برجام رو ابضا نکنه. قسم میخورم آقای همایون، قسم میخورم، نگران نباشید. نه اصلا نمیخواد، ولی من اگر شما میگید، ولی من بهترین سخنگوی دولت اسرائیل شمایی. جمله رو تمام بکنم. نگران نباشید آقای همایون، اسرائیلی ها سنجیده تر از اون عمل میکنن که مست قدرت بشن یا من تردید ندارم، منتها به نفع خودشون. البته اسرائیل به نفع خودش عمل میکنه، آمریکا هم به نفع خودش و هیچ دیگه هم براش مهم نیست. نه، این درست نیست. مثلا چی مهم باشه؟ سرکوب مردم ایران؟ خب تو همون مصاحبه مشترک مکرون و نتانیاهو با شدیدترین کلمات علیه پایمال شده پایمال شدن حقوق انسانی در ایران سخن گفتن و ابراز عقیده کردن. چی بیشتر از این میشه از یک کشور خارجی انتظار داشت؟ مصالح کشور این اسرائیل. این صرفه شما نگرانم کرد، چیز کنم شما از دنه کنم بر تو هفته. ببینید هر کشوری در درجه اول به دنبال منافع ملی خودش هست. من همین میخواستم بهش ثابت کنم، هیچ چیز دیگه نمیخواستم. البته نه، هیچ کشوری نیستش که اول دلش برای یک ملت دیگر بسوزه و بعد دلش برای ملت خودش. ولی ادعاهای حقوق بشری و فلانشون هم مزخرفه. نه مطلقا نه، این رو وقت منافع کشور خودش در نظر میگیره نه دیگران، یعنی حقوق بشری در نظر نیست. بشر ایرانی و بشر اسرائیلی که نداریم، بشر بشره. من معنویات رو میگم و منافع انسانی و اخلاقی رو میگم، از اونم حمایت میکنم. آقای همایون، شاید این سر بسیار نهفته است که دارم براتون فاش میکنم. یک دولتی وجود داره به اسم ایالات متحده
که بسیار خودش رو پایبند به حقوق بشر نشون میده، ولی وقتی که پای نفت به میان میاد در عربستان سعودی قطعا اینطوره. بله قطعا اینطور که شما چه انتظاری از اسرائیل کوچک دارید که من بمیرم برش وقت کنم برش دو ساعت گریه کنم سپاس. نه حکومت ایران روی مشکش مینویسه میخوام نابودش کنیم. بنابراین ما یه پتیشن میخوایم درست کنیم برای آقای نتانیاهو، بگیم شما رو آقای بهترین گزینه برای سخنگوی دولت اسرائیل آقای منوچهر میره. نه چرا نه نه من تمنا میکنم شما بریم به حرفای منو بسنجیم با بی‌طرفی، با خونسردی، با درایت، با شناختی که از جامعه بین المللی دارید. آیا کوچکترین جمله‌ای در حرفای من هست که اغراق باشه، نادرست باشه، غلط انداز باشه؟ نه من چون در این کشور زندگی میکنم غلط انداز و نادرستش رو نمیدونم، ولی اغراقش چرا؟ مثلا نه دیگه وقتمون تموم شد، چون هفته دیگه براتون گزیناشو انتخاب میکنم میذارم. سپاسگزارم آقای منوچهر امیر، تا هفته آینده بدرود میگم به شما. سپاسگزارم. آینده ملت. خب.